امروز میخوام بهتون بگم چجوری میتونین یک بار در سال به صورت رایگان شفا بگیرین. اگه قصد مهاجرت به آلمان رو دارین یا تازه به آلمان اومدین یا اصلا نمیدونین شفا چیه، حتما توصیه میکنم ویدیویی که براتون فیلم میکنم رو ببینین، اونجا مفصل توضیح دادم، و بعد برگردین اینجا که ثبت نامش رو با هم انجام بدیم. پس یه جورایی اون ویدیو پیش نیازه این ویدیوه. خب دوستان عزیز، برای بحث ثبت شوفا و درخواست شوفا و بیان اول به این سایت، البته این مترجم من اینو ترجمه کرده به انگلیسی، سایت اصلی این شکلیه، من رو همین نسخه آلمانی میرم که براتون آشناتر باشه. خواستیم با گوگل ترنسلیتور هم میتونین ترجمهش کنین و انگلیسی پرش کنین. میان توی سایت mindshofa.de، آدرسش رو تو دیسکریپشن میذارم، اگه پیدا نکردین تو همون گوگل کافیه سرچ کنین شوفا جرمنی و همین لینک اول براتون میاد. این سایت که اومدین میبینین یه سری سرویس ها مختلف داره، 29.95 یورو، 3 یورو و سرویس ها مختلفی که داره، ولی اون شوفر رایگانی که ما عملا میخوایم هیچ کدوم اینا نیست. این سفر رو باید بیاین پایین تر، خیلی دم دست نذاشتنش. نگاه کنین اینجا باز بیاین سه تا سرویس رو میبینین که هیچ کدوم اینا رو ما نمیخوایم. بازم میاین پایین تر و یه جا گذاشته که پیدا نکنین مجبور بشین پول بدین دیگه. فکر کنم این نوروز زغودایی چی به یادم. خب اینجا که بیاین این گزینه، ته صفحه این گزینه داتن کپی همچین چیزی، حالا اگه تلفظشو درست بگم، روی این کلیک میکنیم و صفحه جدیدی باز میشه. این صفحه رو یه مقدار بیاین پایین، این دکمه زرد رنگو میزنید و این فرم که براتون باز شد، اینجا خب جنسیتتون انتخاب میکنین و اینجا اسمتون رو مینویسین، اینجا نام خانوادگیتون رو مینویسین، هر جوری که توی پاسپورتتون نوشته شده اطلاعاتتون رو همون جوری پر کنین. به عنوان مثال من نام خانوادگیم چند کلمه است ولی توی پاسپورتم هیچ کدوم اسپیس نزده و چند قسمتش رو به هم چسبونده، پس همه جا باید همون به هم چسبیدهش رو بنویسین. توی شوفا هم همینطور این پاسپورتتون بنویسین این رو. یه مقدار پایین تر میان اینجا تاریخ تولدتون رو پر میکنین به میلادی، اینجا آدرس ایمیلتون رو توی این فیلد مینویسین. خب و فیلدهایی هم که ستاره نداره البته میتونین پر نکنین، حالا من ایمیلم رو نوشتم، اینم محل تولدتون رو خواستین حالا اینجا هم ایران بنویسین. اگه اسمتون تغییر کرده اینم اینجا اسم سابقتون رو میزنید. و این بخش که خیلی مهمه، چون این شوفا رو به صورت فیزیکی براتون میفرستن به خاطر بحث‌های امنیتی که مطمئن بشن حتما دست خودتون میرسه، هیچ چیزی آنلاین براتون ارسال نمیشه، به خاطر همین این آدرس رو دقت کنین که حتما درست بنویسین. اینجا اسم خیابونتون رو مینویسین، خب تو این فیلد هم پلاکتون رو مینویسین و اینجا کد پستیتون رو تو این قسمت مشخص میکنین و تو این قسمت هم اسم شهرتون رو مینویسین. اینجا هم که همین دویچلند انتخاب شده. و اگه میخوای از کانال خودت حمایت کنی یه لایک و 3 تا قلب زرد برام بذار و یا میتونی نظرتو توی کامنت ها بهم بگی و حتما ویدیو رو برای دوستات شیر کن اگه اسم میکنی که میتونه براشون مفید باشه. بریم ادامه ثبت نام شوفا. تو این دو بخش اگه آدرستون تغییر کرده یا چند تا آدرس دارین باید مشخص کنین. میبینین باید اینجا مشخص کنین، ولی اصولا همون آدرس فعلیتون کافی هستش. اینجا هم بخش اصلی هستش که باید مدارکتون رو آپلود بکنین. اینجا ازتون آوسفایز میخواد که یه مدرک شناسایی باید آپلود بکنین، شرایطش هم گفته که چه پسوندایی باشه، پی دی اف و عکس با چه فرمتایی، ماکسیموم تا چه سایزی، ویزاتون حالا چه تحصیلی هستین، کاری هستین، اون مدرک شناساییتون رو اینجا آپلود میکنین. توی این بخش عکس پاسپورتتون رو باید آپلود بکنین و توی این قسمت هم کپی نامه ملتتون رو، اون نامه‌ای که توی شهرداری ثبت شدین رو بعد آپلود کنین. من سه تا فایلم رو انتخاب بکنم. خب من سه تا فایلم رو انتخاب کردم، حالا این پنجره یه مقدار میام پایین تر و این دکمه رو کلیک میکنیم. خب و توی صفحه بعدی اطلاعاتتون رو بهتون نشون میده، توی این بخش چک میکنین توی این جدول همه چی درست باشه، مخصوصا آدرستون رو حتما چک بکنین چون تمام این نامه هاش و خود همون شوفاتون به آدرستون ارسال میشه و اگه همه چی درست بود این دکمه رو میزنیم. خب و بعدش که دیگه اون دکمه صفحه قبل هم زدیم، این پیغام رو بهتون نشون میده که میگه مدارکتون دریافت شد و یه مقدار باید صبور باشین تا اون فرآیندش رو انجام بدن و شوفاتون رو براتون ارسال کنن. خب شوفاتون مبارک، امیدوارم موقعی که برگشت میرسه دسته نمره خوبی داشته باشی و جزو آدمای خوش حساب باشی. یه ویدیو اخیراً در مورد سیستم تفکیک زباله تو آلمان ضبط کردم،
انواع تفکیک زباله رو اونجا توضیح دادم. اگه داری میای آلمان یا تازه مهاجرت کردی، توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو به عنوان ویدیو بعدی ببینی. مخلصیم.